چرخه باطل استدلال در حوزه منطق به ارائه دلیل برای اثبات هر ادعای استدلال گفته میشه برای قانع کردن طرف بحث میشه از یک باور واضح که همه اون رو قبول دارن شروع کرد و از اون ادعای نهایی رو نتیجه گرفت به عبارتی استدلال از یک یا چند جمله بدیهی به عنوان مقدمه و بخشی به عنوان نتیجه تشکیل شده در بعضی از بحثا استدلال ظاهرا از ساختار درستی برخورداره اما کاملا مغلط آمیزه و نمیتونه معتبر باشه مثلا به این نمونه توجه کنیم کتاب مقدس میگه خدا وجود داره کتاب مقدس سخن خداست پس خدا باید وجود داشته باشه در منطق این نوع استدلال در طبق بندی استدلال های خالی از محتوا قرار میگیره که در واقع اطلاعات جدیدی رو به مخاطب نمیده مهمترین شکل استدلال خالی از محتوا مصادره به مطلوبه در این استدلال اون چه که قرار ثابت بشه در مقدمه هم به کار میره بنابراین نتیجه همون مقدمه است و چیزی به اون اضافه نمیکنه. مثلا در نمونه مطرح شده وجود خدا که قرار اثبات شه از قبل فرض گرفته شده گاهی در زبان فارسی مصادره به مطلوب به این معنی استفاده میشه که کسی از چیزی به نفع خود استفاده کنه و این ربطی به مغلطه مورد نظر ما نداره اصطلاح مصادره به مطلوب یعنی ما از چیزی که مطلوب و خاصه نهایی ماست استفاده می کنیم تا همون نقطه رو ثابت کنیم بین استدلال دوری هم گفته میشه چون تکرار نتیجه در مقدمه یه چرخه باطله معمولا نجات پرستی، تبعیز، اسلام حراسی، زن ستیزی و ادعاهای از این دست حاصل مغلطه مصادره به مطلوبه. مثلا سینا ادعا میکنه که همه مسلمونا در همه جای دنیا از سوریه و عراق گرفته تا لبنان و فلسطین مرتکب انواع خشونت میشن. و وقتی مینا ازش میپرسه دلیل چیه جواب میده که خب معلومه برای اینکه مسلمونن به سادگی پیداست که سینا هیچ محتوای تازه‌ای به بحث اضافه نکرده و صرفا همون مقدمه یا پیشداوری درباره خشونت مسلمونا رو تکرار کرده مغلطه مصادره به مطلوب در سخنرانی سیاستمدارا هم به وفور دیده میشه مثلا محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران در مصاحبه با اوریانا فالاچی روزنامهنگار مشهور ایتالیایی گفته بود وقتی سلطنت نباشه آنارشیسم یا حکومت چند نفری یا دیکتاتوری خواهد بود در هر صورت حکومت و نظام سلطنتی تنها فرم موجه برای حکومت ایرانه به شرطی که من شاه باشم محمد رضا پهلوی در این گفتگو از مغلطه مصادره به مطلوب استفاده کرده بود اول برای اینکه ثابت کنه سلطنت بهترین شکل حکومت موجه بودن اون رو فرض گرفته بود و بعد شاه بودن خود رو شرط ادعاش قرار داده بود با وجود همه این مثال ها که ممکنه مغلطه در اون خیلی واضح به نظر برسه اما کشف مغلطه مصادره به مطلوب در بحث همیشه هم آسون نیست حتی فلاسفه بزرگ هم در آثارشون مرتکب چنین مغلطه ای شدن مثلا رنه دکارت فیلسوف فرانسوی در استدلال معروفش برای اثبات وجود گفته من فکر می کنم پس هستم دکارت در همین جمله پیش از اثبات وجود خود را فرض گرفته تنها راه شناسایی مغلطه مصادره به مطلوب اینه که گام های استدلالی طرف بحث رو با دقت دنبال کنیم و همیشه حواسمون باشه از کدوم مقدمه میخواد به نتیجه مورد ادعاش برسه. راه مقابله با این مغلطه اینه که به او یادآور این همون چیزیه که میخوای اثبات کنی پس نمیتونی در مقدمه هم از همون ادعا استفاده کنی. یادمون باشه استدلال منطقی بیان پیشداوری ها و پیشفرز ها نیست.